بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به دوستایی که همین لحظه ویدیو رو میبینه. آرزو دارم هر جا هستین خوش و موفق باشین. بحث امروز ما در مورد آنتونی اچ پایلوری هست، یعنی درباره اچ پایلوری یا کامپیلوباکتر پایلوری صحبت نیم که چی هست و چی گونه باعث بیماری های معده میشه و بعد چه رقم ما شما تشخیص و تداوی بکنیم. بحث ما شما اچ پایلوری انفکشنه. ایده به نام کامپلو باکتر پایلوری دیزم میگن. اگر ما میخواییم درباره ازی صحبت کنیم، اول ویژگی های ازی آنتون یا میکروب چی هست؟ متوجه باشین که اچ پایلوری یک آنتون گرام نگتیو روده، ساختمانی میلمانن داره و این یک آنتونی است که مایکرو ایروفلیک است. این آنتون ساختمانش رود ماننده و این میتونه شکل خود تغییر بده و شکل رود میتونه به شکل کوکوید و اسپایرال یا اسمانن تغییر شکل بده. نکته که ارزش تاکید داره درباره از آنتونی است که از لحاظ ژنتیکی جینومی ازی، اگر شما درباره جینومی این آنتون معلومات پیدا کنین، جینوم از این آنتون از 1.65 میلیون جوره های القلی یا بیز پیر ساخته شده که اینا اینمی جینوم که از 1.6 میلیون القلی ها، جوره القلی های نایتروژن دار تشکیل شده، میتونه حدود 1500 پروتین کدگذاری بکنه. یعنی توانمندی کدگذاری حدود 1500 نو پروتین داره که در جمله از این پروتین هایی که اینا کدگذاری میکنه، یک تعداد از اینا در پاتوجنی سیافت نقش عمده داره که اونا را به شما یادآوری میکنم کدام پروتین ها را اینا ای آنتون میتونه کدگذاری بکنه. پروتین های مهمی که در پاتوجنی سیافت هم نقش داره، یکی هوب پروتین ها پروتین است که در سطح حجره وجود داره و در ادهیژن یا اتصال حجره با حجرات اپیتل معده نقش داره. برنامه از او اینا چی داره؟ واک ای کاک ای و همون قسم کاک پی ای آی. واک ای در حقیقت واکولیتینگ سایتوکین هاست و همون قسم کاک پاتوجنیست ایزلند و همون قسم کاک ای. اینا کلن سایتوکین ها و انزایم هستن که توسط نظمی آنتون اچ پایلوری اینا کدگذاری میشه، تولید میشه و در بوجود آمدن آفت نقش دارن. بر علاوه از اینکه اینمی سایتوکین ها رو ای کدگذاری میکنه، انزایم یوریاز تولید میکنه. اینمی انزایم یوریز چی میکنه؟ انزایم یوریز از چی؟ از یوریا امونیا را تولید میکنه و اینمی امونیا خودش القلیه که در خنثی نمودن محیط اسیدی معده نقش عمده داره. این محیط اسیدی معده را خنثی میکنه تا زمینه رشد پرولیفریشن و همون قسم کلونایزیشن آنتون اچ پایلوری را آماده بکنه. برای ازی که یوریاز و کاک ای واک ای و کاک پی آی ای را تولید میکنه، انزایم های مثل لیپاز، پروتیناز، کاتالاز و دیگه انزایم ها هم اینمی آنتون تولید کرده میتونه. موضوع دیگه ای که درباره از بیماری ما صحبت کنیم، ریسک فاکتور. فاکتور هایی که خطر مصاب شدن به آفت اچ پایلوری رو بالا میبره. فاکتورهایی که خطر مصاب شدن به اچ پایلوری رو بالا میبره کدام هایه؟
یک پور سوشی اکنومیک استیده پور سوشی اکنومیک استید کسایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سطح پایین قرار دارند یک ریس فاکتوره لیس ایژوکیشن کسایی که سطحی سوادشون چک پایینه یه یک ریس فاکتوره ریس فاکتور دیگر کسایی که در چه در اجتماعات بزرگ زندگی میکنه مثلا در لیلیه ها در پایگاهی نظامی در قرارگاهی نظامی زندگی میکنن و یا کسایی که در خانه ها یا فامیلایی که نفوسشون زیاده اوورکراوده در اونجا زندگی میکنن این ریس فاکتوره پیدا شدن زندگی کردن در کشورهای عقب مانده یا رو به انکشاف این خودش یک ریس فاکتوره نداشتن آب صحی و غذای صحی یا آب و غذایی که صحی نیست آلوده هست این خودش یک ریس فاکتوره نظافت خودش هست خودش یک ریس فاکتوره فاکتور خطر دیگه ای که مهم است مواجه بودن با افرازات معده اشخاصی که منتن به اچ پایلوری یا اشخاصی که مصاب انتان اچ پایلوری است خصوصا کسایی که در شفاخانه کار میکنن نرس ها و دکتر صاحبایی که با افرازات معده اشخاصی که مصاب انتان اچ پایلوری است ارتباط داره اینا ریس فاکتورهای از ایناست موضوع دیگه پاتوفیزیولوژی از این پاتوفیزیولوژی از این یعنی انتان اچ پایلوری باعث کدام بیماری ها میشه باعث چی مشکلات میشه و چی گونه اینمی بیماری ها رو به وجود میاره خب وقتی ما میخوایم درباره پاتوفیزیولوژی اچ پایلوری صحبت کنیم ببینید انتان اچ پایلوری وقتی داخل معده ما و شما در سایه انتروم وقتی که میه باعث چی مشکلات شده میتونه یکی از مشکلات را که اچ پایلوری به وجود میاره کرونیک گاسترایتیس به وجود میاره دیگه مشکلش میتونه پیپتیک آلسر دیزیز شوه این انتان اچ پایلوری باعث پیپتیک آلسر دیزیز هم شده میتونه مشکل دیگه ای که میتونه به وجود بیاره مالت لامفوماست موکوزا اسوشیتید لامفوی تیشو لامفوما هست و میتونه گاستریک کانسر هم به وجود بیاره گاستریک کانسر این مشکلاتی است که از باعث انتان اچ پایلوری به وجود میاد و در به وجود آوردن از این دو تا فاکتور نقش داره اینمی پاتوفیزیولوژی اگر مطالعه بکنیم انتان اچ پایلوری باعث کرونیک گاستریتیس میشه باعث پیپتیک آلسر دیزیز میشه باعث کانسر معده میشه در به وجود آوردن از اینا فاکتورهایی که نقش داره به دو بخش تقسیم نمیشه یکی فاکتورهایی که مربوط خود باکتریا میشه باکتریال فاکتورهای یکی فاکتورهایی که مربوط خود شخص میشه هاست فاکتورهایی که مربوط به خود میزبان میشه فاکتورهایی که مربوط به خود باکتریا میشه شما میفهمید یکی استرکچر از ایناست که رود ماننده و میتونه اینا شکل خود تغییر بده دوم ادهیژن پروتین های زیاد داره که انتان را کمک نه با حجرات اپیتل اتصال بده پروتین هایی را که تولید میکنن انزایم هایی مثل چی؟ مثل واک ای کاک ای کاک پی ای آی و یا انزایم یوریا زیادتون نرک خیلی مهم و در پاتوفیزیولوژی آفت نقش داره اینا فاکتورهایی هستن که مربوط خود انتان اچ پایلوری میشه فاکتورهایی که مربوط به عضویت خود شخص میشه یکی انفلامیتوری ریسپانس خود شخصه انفلامیتوری ریسپانس زمانی که انتان اچ پایلوری میه انتان اچ پایلوری میره بالای MHC2 وصل میشه major histocompatibility complex وقتی بالای MHC2 وصل میشه
در نتیجه حجرات دفاعی، نیتروفیل ها، مکروفاژ ها، لنفوسایت ها، اینا چی است؟ میه بالای از این انتان و حجرات که انتان بالایش نسبه حمله میکنه و در نتیجه حادثه التهابی به وجود میه. شما میفهمید که در التهاب نیتروفیل ها، مکروفاژ ها، لنفوسایت ها میه، اینا سایتوکین ها رو میسازن مثل اینترلوکین 1، اینترلوکین 2، اینترلوکین 6، 8، تومور نکروز فاکتور و همو قسم انتیبادی ها ساخته میشه و اینمی موادی که ساخته میشه اینمینا برای که انتانه علیش عمل میکنه بالای حجرات خود بدنم عمل میکنه و آسیب میرسانه اونا رو. فاکتور دیگه که در میزبان رخدار خود جین رول جنتیک هم هینا میگن که جنتیک هم در بوجود آمدن آفت نقش داره، خصوصا کسایی که میگه فامیل درجه اول از اینا از بای سنتان اشپایلوری مسابی گاستریک کانسر شده، خطر به وجود آمدن کانسر معده از بای سنتان اشپایلوری نزد از نام خیلی بالا است. از او خاطر رول جنتیک هم امروز مطرح میکنن. وضعیت اقتصادی و وضعیت سبک زندگی اشخاص اینا کلن فاکتورهایی که مربوط به خودی هست میشه یا مربوط خودی میزبان میشه. نکته دیگه تشخیص دیاگنوز از اینه. پیش از دیاگنوز اعراض و علائم از ایناست که خب وقت نفر یک نفر انتان اشپایلوری پیدا میکنه و باعث گاستریتیس میشه چه اعراض و علائم پیدا میکنه. اعراض و علائم از اینا مثل اعراض و علائمی که در گاستریتیس به وجود میاد، در گاستریتیس شما میفهمید که در گاستریتیس دلبدی پیدا میکنه، نازیا پیدا میکنه، وومیتینگ پیدا میکنه، اپیگاستریک پین، اپیگاستریک پین پیدا میکنه، دیاریا، اسهال. اینا اعراض هستن که پیدا میشن از شخص. وقتی یک نفر میاد از دلبدی، استفراغات، اپیگاستریک پین یا دیاریا، اسهال شکایت میکنه، شما برای تشخیص دیدی که انتان اشپایلوری داره نداره کدام معاینات داده میتونید؟ یکی از این معایناتی که خیلی مهمه یوریا بریت تست. یک معاینه خیلی سپیسیفیک تقریبا 95 الی 98% برای انتان اشفایلوری سپیسیفیکه. ولی یک مشکلی که داره یه که اکسپنسیف قیمت و در اکثر جای اویلیبل نیست، قابل دسترسی نیست. معاینه که خیلی ارزان، خوب، سپیسیفیک و همه جا قابل دسترسی است، استول، استول انتیجن، استول اشفایلوری انتیجنه، اچ پایلوری انتیجن. انتیجن انتون اچ پایلوری در استوله. زمانی که شما استول انتیجن اچ پایلوری را چک بکنین اگر مثبت باشد، اینمی دلالت میکنه که انتون اچ پایلوری وجود داره که تقریبا 98% میگه اسپسیفیک است. و به اساس این میگه یک نفر اعراض و علائم داره و شما استول انتیجن چه معاینه میکنین مثبت، میگه تداوی زیر شروع کو. فقط وقتی این دو تا معاینه را انجام بدی متوجه باش که مریض شما حداقل 7 الی 14 روز پی پی آی استفاده نکرده باشه و تقریبا 28 روز آنتی بیوتیک استفاده نکرده باشه. به خاطر که اگر پی پی آی و آنتی بیوتیک استفاده کرده باشه فالز نگاتیو راپور میه. شخص انتان اشپایلوری داره اما به خاطر گرفتن نظامی داروها کسی چیست راپورش منفی میه و شما معاینه بکنین نتیجه معاینش منفی میه. از او خاطر مطمئن بسازین که شخص چی است، به زودی ها دی زودی ها آنتی بیوتیک نگرفته باشه و پی پی آی نگرفته باشه. یک معاینه دیگه، معاینه اچ پایلوری آنتی بادی در خونه. شما میتونین که اچ پایلوری آنتی بادی در خونه ببینین. این برای دریافت واقعات اکوت انفکشنش مهم، خوبه، مفید است. ولی اگر شما یک نفر مصاب انتان اشپایلوری میشه، میان تداوی میکنین و بعد از اون معاینه میکنین که آیا امی انتان اشپایلوریش ایرادیکی شده نشده، آیا ای تداویش شده نشده، بازی معاینه خوب نیست. به خاطر که اگر یک شخص وقت مصاب انتان اشپایلوری میشه و در مقابل ازی انتیبادی ساخته میشه، بعد از اگر تداوی هم شود انتان انتیبادی ها علیه ازی زود پاکسازی نمیشه، برای چند مدت مثبت باقی میمونه. از او خاطر معاینه معاینه خوبه نیست برای از اینکه بفهمیم آیا انتان اچ پایلوری از این تداوی شده یا نشده. خب حالا موضوع مهم تداوی از این است. ما فهمیدیم که انتان اچ پایلوری چی هست، چی میکنه،
چه رقم پاتولوژی رو به وجود میاره. اما مهم تداوی از ناست که ما برای تداوی از اینا کدام رژیم های تداوی رو استفاده کرده میتونیم و کدام های از اینا خیلی هم مفیده. رژیم های تداوی زیاد برای انتون اشپایلوری وجود داره. ما هم مهمترینایش و آپدیت شه بر شما یادآوری میکنیم. رژیم تداوی برای انتون اشپایلوری یکی از رژیم هایی است که شما برای از اشخاص آموکسیسلین استفاده میکنید. آموکسیسلین 1 گرم روز 2 مرتبه برش میتین همراه از این کلاریترومایسین تابلتی کلاریترومایسین 500 میلی گرام روز 2 مرتبه و همراهش یک پی پی آی میدید. کپسول فرض کو آمپرازول لانسپرازول یا چیست دیگلانسپرازول آمپرازول 40 میلی گرام روز 2 مرتبه برش میدید. این یک رژیمه، رژیم اول. رژیم دوم تداویی است که شما آموکسیسلین همراه با میترونیدازول بدین. میترونیدازول جمع پی پی آی میترونیدازول 500 میلی گرم رو 3 وقت بدین. پی پی آی ایرم برای 10 تا 14 روز ایرم 10 تا 14 روز کس انتیبیوتیک بدین. پی پی آی شاید یقل 1 ماه ادامه بدین. رژیم سومی که شما میتونین استفاده کنین هر سی از این داروره آموکسیسلین را جمع کلاریترومایسین و جمع میترو نیدازول جمع پی پی آی میتونید استفاده کنید. اما متوجه باشین اکثر انگیزه در مقابل کلاریترومایسین مقاومت ایجاد شده، رزیستانس است. از اون خاطر اکثر گایدلاین ها اول ایره آموکسیسلین کلاریترومایسین میترو نیدازول رو پیشنهاد نمیکنه. یک رژیمی که خیلی هم مؤثره، خیلی هم ارزان است و خوب است، رژیمی که در ترکیبش بیسموت داشته باشه. شما چی کار کنید؟ تابلت بیسموت سبسالیسلید 300 میلی گرم رو 4 مرتبه بده. همراه از این شما چی کنید؟ بیاین تابلت میترونیدازول بدید 500 میلی گرم رو 3 مرتبه. کپسول تتراستلین اگه 250 میلی گرم دادی روز 4 مرتبه بدی، اگه 500 میلی گرم دادی روز 3 مرتبه بدی. جمع پی پی آی لانسو پرازول 40 میلی گرم روز 2 مرتبه. این رژیم دیگه ای است که هم خیلی مؤثر است در ایردیکشنش و هم ارزان است و هم مفید است. شما میتونید از این استفاده کنید. رژیم دیگه ای که میتونین استفاده کنین لیوفلاکساسینه. شما میتونین که به شخص تابلتی لیوفلاکساسین 500 میلی گرم روز 2 مرتبه همراه با کپسول آموکسیسلین 1 گرم ضرب 2 جمع پی پی آی برای 5 تا 7 روز میگه استفاده کنید. 7 روز که شما استفاده کنید خوب شارت است. 7 روز استفاده کنید پی پی آیش تا 1 ماه ادامه بدید. گاهی وقتا اگر در مقابل اموکسیسلین حساسیت داشت میتونید به جای زی میترون دازول استفاده کنید. لیوفلاکساسین میترون دازول استفاده بکنید. میتونید یک رژیم دیگه هم هست لیوفلاکساسین میترون دازول دوکسیسیکلین استفاده میکنه. رژیم دیگه ای که در اواخر کسته در میدسکیپ نوشته کردن یک رژیم دیگه هست که شما میتونید آموکسیسلین 1 گرم روزی 3 مرتبه جمع ریفابوتین 50 میلی گرم روز 3 مرتبه جمع لانسو پرازول 40 میلی گرام ضرب 2 استفاده کنید. و این هر سیشون که سه پکیج هایش وجود داره که هر سیشون در ترکیب وجود داره 4 کپسولش روز 3 وقت هر 8 ساعت بعد اگر بدین اینمی دوز تکمیل میشه. خوبی بود اچ پایلوری و رژیم تداعی اچ پایلوری. آرزو دارم که
یاد گرفته باشین، ببینین اشپایلوری رو فهمیدین که چه رقم یک انتانه، چی توانمندی هایی داره. اعراض و علائم اشتباه میدیم که دلبدی است، استفراغات است، سیپی گاستریک پین است، دیاریا هست. تشخیص رو فهمیدیم که یوریا بری تست ماینه خیلی خوبیه و همراه اچ پایلوری انتیجن در استول شخص خیلی مهمه. تاکید میکنم شما اگر مریض دوام میتین، فرض که یک ماه اچ پایلوری کسته در دوایش کردین، در آخر ما فردایشون که دوایش قطع میکنین مریض خود نخواهین و چست ماینه استولش دوباره تکرار نکنین. یک ماه بعد 28 روز بعد از آنتی بیوتیک شما چست مریض بخواین و دوباره استولش پایلوریش را چک کنین، چک کنین ببین آیا منفی شده یا نشده. بازم یادتون نره نظریاتتون با ما کامنت بکنین و چینل خودتون حمایت بکنین، با دوستانتون شریک بکنین. تشکر از توجه همگی شما.